دوستان همونطور که میدونید زمان فعل ها بخش عمده ای از گرامر انگلیسی رو پوشش میدن و اهمیت دارن در این موضوع پس یاد گرفتن اونها به شما بسیار کمک خواهد کرد که بتونید ساختارهای انگلیسی رو خوب یاد بگیرید و بتونید ساختارهای گرامری رو راحتتر و آسونتر استفاده بکنید بسیار خوب دوستان اجازه بدید بپردازیم به, به پرکاربردترین و مهمترین زمان فعلها در انگلیسی حال ساده present simple حال ساده همطور که میدونید در زمان حال داره اتفاق میافته و فرمولش به این شکل فائل به علاوه شکل ساده فعل با هم چند تا مثال رو مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم I go من میروم در زمان حال اتفاق میافته. من میروم I فائل جمله است go شکل ساده فعل رفتن i go یعنی من میروم i go you go you فاعل یعنی تو go یعنی رفتن you go یعنی تو میروی you go he or she goes he goes یا she goes هی یعنی اوی مذکر شی یعنی اوی مؤنث و وقتی که سوم شخص استفاده بشه فعل هم به نسبت همون تغییر میکنه هی گوز یا شی گوز یعنی او میرود چه کار میکنه؟ او میرود هی گوز یا شی goes. I work من کار میکنم I work He works هی یعنی او مذکر ورک یعنی کار کردن اس به خاطر سوم شخص میاد میشه او کار میکند هی ورکس بسیار خوب حالا بپردازیم به زمان حال استمراری present continuous یعنی حال استمراری فرمولش به این شکل فائل به علاوه یکی از حالتهای ام is یا are به علاوه شکل ing فعل اصلی همونطور که اسمش مشخصه حال استمراری اشاره داره به کاری که در حال انجامه مثل همین الان الان من دارم چیکار میکنم؟ من دارم صحبت میکنم من دارم درس میدم شما دارید چی کار میکنید؟ شما دارید یاد میگیرید شما دارید این ویدیو کلیپ رو میبینید شما دارید مطالعه میکنید چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیرید. I am going. I'm going. I فاعل جمله به علاوه am وقتی که از I استفاده بشه بعدش am میاد. going شکل ing فعل جمله که go میشه going. I am going یعنی من دارم میروم. من در حال رفتن هستم. I am going. I am going You are going You are going You فائل جمله یعنی تو are شکلی است که باید در حالت حال استمراری استفاده بشه going شکل ing فعل اصلی you are going یعنی تو داری می روی تو در حال رفتن هستی You are going You are going I am working I'm working I فائل جمله am یعنی هستم و در حالتی که از I استفاده میکنید بعدش am میاد working شکل ing فعل work یعنی در حال کار کردن I am working یعنی من دارم کار میکنم من در حال کار کردن هستم بسیار خوب دوستان همین الان منتظریم که شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید I am working I'm working. He یا She is working He is working یا She is working He فاعل جمله یعنی اوی مزکر شی فاعل جمله یا اوی معنیس از در حالتی استفاده میشه که سوم شخص باشه Working شکل ING فعل اصلی She is working یا He is working یعنی او دارد کار میکند. او در حال کار کردن است. He is working. She is working. He is working. She is working. بسیار خوب بپردازیم به گذشته ساده یا past simple simple یعنی ساده past یعنی گذشته فرمولش به این شکل فائل به علاوه شکل گذشته فعل همونطور که از اسمش مشخصه عملی است که در زمان گذشته اتفاق میفته و در زمان حال نیست طبیعتا پس ما هم باید شکل فعل رو عوض کنیم دیگه چند تا مثال رو با هم مرور کنیم I went. I went. I فایل جمله به علاوه فعل در حالت گذشته went تغییر فرم یافته فعل go و از اونجایی که فعل go یک فعل بیقاعده است ایدی بهش اضافه نمیشه و شکلش تغییر میکنه و go میشه went I went یعنی من رفتم چه کار کردی؟ رفتم I went I went You went You went You فاعل جمله went یعنی رفته You went یعنی تو رفتی در زمان گذشته ساده You went You went. He ya she worked. He worked. یا she worked هی یا شی هر دو میتونن فاعل جمله باشن worked همونطور که میبینید work یک فعل با قاعده است و برای تبدیل به گذشته شدن ایدی میگیره He worked. ya, yeah, she worked. Yani, u khar kard. kard? He worked. Ya, yeah, she worked. He worked. Yeah, she worked. I worked. I worked. I فاعل جمله یعنی من work یعنی کار کردن worked حالت گذشته یه کار کردن میشه کار کرده I worked یعنی من کار کردم خب حالا نوبت شماست در کامنت همین مثال رو بنویسید I worked I worked خب بپردازیم به گذشته استمراری یا past continuous past یعنی گذشته continuous یعنی استمراری یا ادامه دار فرمولش به این شکل فائل به علاوه was یا were به علاوه فعل در حالت ing یا فعل ing دار زمان گذشته استمراری به کاری اشاره داره که در زمان گذشته ادامه داشته و انجام شده چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم. I was going. I was going. I فاعل جمله است به علاوه was و زمانی که از I استفاده بشه از was بعدش استفاده میشه. Going یعنی در حال رفتن I was going یعنی من داشتم میرفتم در زمان گذشته داشتم میرفتم در زمان گذشته داشتی چه کار می کردی؟ من داشتم میرفتم I was going I was going You were going You were going. You فاعل جمله were زمانی استفاده میشه که فاعل جمله you باشه تو یا شما going یعنی در حال رفتن. You were going یعنی تو داشتی میرفتی. چه کار میکردی؟ داشتی میرفتی. You were going. You were going. he was going یا yeah, she was going he was going یا yeah, she was going he یا she میشه او هی میشه مذکر شی میشه مؤنث واز در حالتی استفاده میشه که فائلمون سوم شخص باشه going یعنی در حال رفتن he was going یا she was going یعنی او داشت میرفت چه کار می کرد او داشت میرفت he was going یا she was going he was going یا she was going I was working I was working I فاعل جمله است was در حالتی استفاده میشه که فاعل I باشه working یعنی در حال کار کردن I was working یعنی من داشتم کار میکردم در زمان گذشته و استمرار اتفاق I was working یعنی من داشتم کار میکردم چه کار میکردی؟ من داشتم کار میکردم خیلی هم خوب حالا نوبت شماست در کامنت همین مثال رو بنویسید I was working. I was working. He, ya, yeah, she was working. He was working, ya, yeah, she was working. she یا هی فاعل جمله و سوم شخص was در حالتی میاد که هی یا شی به کار رفته باشه working یعنی در حال کار کردن she was working یا he was working یعنی او داشت کار میکرد در زمان گذشته یک کاری استمرار داشته او داشت کار میکرد he was working یا she was working he was working یا she was working خب حالا بپردازیم به حال کامل یا مازی نقلی در فارسی بهش میگیم present perfect tense حال کامل فرمولش به این شکله فائل به علاوه هف یا هز به علاوه قسمت سوم فعل اصلی یا اسم مفعول حالا باهاش آشنا میشید چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم I have gone I have gone I فاعل جمله به علاوه have در زمانی استفاده میشه که فاعل I باشه gone یعنی رفته gone قسمت سوم فعل اصلی go میشه gone و یا اسم مفعول فعل اصلی go که میشه gone i have gone یعنی من رفته ام i have gone i have gone you have gone You have gone You فائل جمله به علاوه have در زمانی استفاده میشه که فائل you تو یا شما باشه به علاوه گان حالت سوم فعل اصلی میشه تو رفته ای You have gone You have gone He has gone یا شی هز گان هی یا شی گان هی یعنی اوی مذکر شی یعنی اوی مؤنث هز در زمانی استفاده میشه که فاعل سوم شخص باشه گان قسمت سوم فعل اصلی گو میشه رفته هی هز گان میشه او رفته است یا شی هز گان یعنی او رفته است He has gone, ya, yeah, she has gone. He has gone, ya, yeah, she has gone. I have worked. I have worked. I for El Jomle the aloe have. زمانی استفاده میشه که فائل آی باشه worked میبینید که قسمت سوم فعل اصلی work به صورت ایدی نمایش داده میشه worked یعنی کار کرده I have worked یعنی من کار کرده ام چه کار کرده ای؟ کار کرده ام خب برای اینکه یاد بگیرید لطفا همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید بی زحمت I have worked I have worked He has, worked. یا, she has, worked. He has worked. یا She has worked. He یا She has یا جمله است به علاوه هز و هز در زمانی استفاده میشه که فاعل سوم شخص باشه ورکت حالت سوم فعل اصلی یا اسم مفعول که حالت سوم فعل ورک کار کردن میشه ورکت He has worked یا she has worked یعنی او کار کرده است چه کار کرده است؟ کار کرده است He has worked یا she has worked He has worked یا she has worked بسیار خوب حالا بپردازیم به حال کامل استمراری یا مازی نقلی استمراری present perfect continuous فرمولش به این شکله فاعل به علاوه have یا هز به علاوه بین به علاوه فعل با آینج چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم I have been going I have been going I فائل جمله است به علاوه have در حالتی استفاده میشه که فائل I باشه بین قسمتی است که در فرمول حال کامل استمراری یا مازی نقلی استمراری استفاده میشه به علاوه فعل ing دار going I have been going یعنی من داشته ام I have been going. I have been going. You have been going. You have been going. You فاعل جمله است به علاوه have در زمانی استفاده میشه که فاعل تو یا شما باشه بین قسمتی از فرمول حال کامل استمراری یا مازی نقلی استمراری است به علاوه فعل در حالت ing که میشه going you have been going یعنی تو داشته ای میرفته ای you have been going you have been going he یا she has been going. He has been going. یا yeah, she has been going. هی یا شی فائل جمله است به علاوه هز در زمانی استفاده میشه که فاعل سوم شخص باشه بین قسمتی است از فرمول حال کامل استمراری یا مازی نقدی استمراری به علاوه فعل در حالت آینجی که میشه going هی has been going you yeah, she has been going yani u dashte mirfte ast he has been going you yeah, she has been going he has been going you yeah, she has been going i have been working I have been working I فائل جمله است به علاوه have در حالتی استفاده میشه که فائل اول شخص یا من باشه بین قسمتی است از فرمول working فعل در حالت ing I have been working یعنی من داشته کار میکرده ام خیلی هم خوب حالا نوبت شماست در کامنت همین مثال رو بنویسید I have been working I have been working. He ya she has been working. He has been working. Ya she has been working. He ya she فاعل جمله has در حالتی استفاده میشه که فاعل سوم شخص باشه been قسمتی از فرمول حال کامل استمراری یا مازی نقلی استمراری است. Working فعل در حالت جی She has been working یا he has been working یعنی او داشته کار می کرده است. He has been working یا she has been working. He has been working یا she has been working. I have been living here since 1980. I have been living here since 1980. I فاعل جمله است have جزء فرمول و وقتی استفاده میشه که فاعل آی باشه بین قسمتی از فرمول در حال کامل یا ماضی نقلی استمراری living در حال زندگی فعل آینجی دار here یعنی اینجا since یعنی از اون موقع از کی 1980 1980 I have been living here since 1980 یعنی من از سال 1980 اینجا داشته ام زندگی می کرده ام. با این مثال قشنگ دیگه خوب حال کامل یا مازی نقلی استمراری رو خوب یاد میگیرید؟ I have been living here since 1980. I have been living here since 1980. بسیار خوب دوستان حالا اجازه بدید بپردازیم به, به ماضی بعید یا ماضی کامل past perfect simple یا past perfect فرمولش به این شکله فاعل به علاوه حد به علاوه قسمت سوم فعل یا اسم مفعول چند تا مثال رو با هم کار بکنیم تا خوب یاد بگیریم I had gone I had gone I فاعل جمله به علاوه حد به علاوه قسمت سوم فعل go که میشه gone یعنی رفته. I had gone یعنی من رفته بودم. I had gone. I had gone. You had gone. You had gone. You had gone. یو فاعل جمله است به علاوه حد به علاوه قسمت سوم فعل که okay. در اینجا قسمت سوم فعل گو Go میشه گان you had gone یعنی تو رفته بودی you had gone you had gone he یا she had gone هی had یا شی هدگان هی یا شی فاعل جمله هد قسمتی است ثابت در ماضی بعید به علاوه قسمت سوم فعل یعنی گان شی had یا هی had یعنی او رفته بود هی had یا شی had هی had یا شی had I had worked. I had worked. I فاعل جمله یعنی من had قسمتی از فرمول مازی بعید به علاوه قسمت سوم فعل work که میشه worked یعنی کار کرده I had worked یعنی من کار کرده بودم چه کار کرده بودی؟ کار کرده بودم بسیار خوب دوستان همین الان منتظریم که شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید. I had worked. I had worked. He or she had worked. He had worked. یا she had worked. هی یا شی فاعل جمله به علاوه هد قسمت ثابت در ماضی بعید ورکت یعنی کار کرده شی هد ورکت یا هی هد ورکت یعنی او کار کرده بود هی هد ورکت یا شی هد ورکت هی هد ورکت یا شی هد ورکت بسیار خوب دوستان حالا بپردازیم به گذشته کامل استمراری یا past perfect continuous فرمولش به این شکل فائل به علاوه had به علاوه بین به علاوه فعل با ing چند تا مثال رو با هم مرور کنیم I had been going I had been going I فاعل جمله به علاوه حد قسمتی است از فرمول گذشته کامل استمراری به علاوه بین که قسمتی است ثابت در گذشته کامل استمراری به علاوه فعل ing آی I had been going یعنی من داشته ام, ام. چه کار داشته ای میکرده ای من داشته ام میرفته آی I had been going ای هد بین going یو هد بین going یو هد بین گوینگ یو فاعل جمله است به علاوه هد بین که قسمتی ثابت در گذشته کامل استمراری به علاوه فعل با آینجی going You had been going یعنی تو داشته ای می رفته ای چه کار داشته ای می کرده ای؟ داشته ای می رفته ای You had been going You had been going I had been working I had been working. I فاعل جمله است به علاوه had been که قسمت ثابت در گذشته کامل استمراری است به علاوه فعل ing دار working I had been working یعنی من داشته ام کار می کرده ام بسیار خوب دوستان همین الان منتظریم که شما همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید I had been working I had been working. He یا she had been working. He had been working. یا she had been working هی یا شی فائل جمله است به علاوه had been که قسمت ثابت در گذشته کامل استمراری است به علاوه فعل ing دار working he یا she had been working یعنی او داشته کار می کرده است he had been working یا yeah, she had been working he had been working یا yeah, she had been working he had been living in Tehran for 10 years before he died. He had been living in Tehran for 10 years before he died. He فاعل جمله است had been قسمت ثابت در گذشته کامل استمراری living فعل ing دار in Tehran در تهران for 10 years به مدت 10 سال before he died قبل از این که او بمیره he had been living in tehran for 10 years before he died یعنی او قبل از اینکه بمیرد ده سال در تهران داشته زندگی می کرده است he had been living in tehran for 10 years before he died he had been living in tehran for 10 years before he died بسیار خوب حالا بپردازیم به آینده ساده یا future simple فرمولش به این شکله، فائل به علاوه will به علاوه شکل ساده ف چند تا مثال رو با هم مرور کنیم I will go I will go آی فاعل جمله به علاوه ویل که قسمت ثابت در آینده ساده است به علاوه شکل ساده فعل که میشه گو یعنی رفتن آی ویل گو یعنی من خواهم رفت در آینده داره اتفاق میفته طبیعتا آی ویل گو آی ویل گو You will go. You will go. You فاعل جمله است یعنی تو will قسمت ثابت در آینده ساده go فعل در حالت ساده یعنی رفتن you will go یعنی تو خواهی رفت you will go you will go I will work. I will work. I فاعل جمله will قسمت ثابت در آینده ساده work شکل ساده فعل کار کردن میشه work. I will work یعنی من کار خواهم کرد. I will work. I will work. he یا she will work he will work یا she will work he یا she فائل جمله will قسمت ثابت در آینده ساده work شکل ساده فعل کار کردن میشه work he یا she will work یعنی او کار خواهد کرد he will work یا she will work He will work. ya yeah, she will work. I will be there tomorrow. I will be there tomorrow. I فاعل جمله است. Will قسمت ثابت در آینده ساده. Be یعنی بودن. There یعنی آنجا. Tomorrow یعنی فردا. I will be there یعنی من اونجا خواهم بود کی در آینده فردا tomorrow I will be there tomorrow یعنی من فردا آنجا خواهم بود خب حالا دیگه نوبت شماست در کامنت همین مثال رو بنویسید I will be there tomorrow I will be there tomorrow بسیار خوب بپردازیم به آینده استمراری future continuous آینده استمراری به کاری اشاره میکنه که در زمان معینی در آینده در حال رخداد یا در حال ادامه خواهد بود فرمولش به این شکل فائل به علاوه will به علاوه be به علاوه فعل آینجی دار چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم I will be going. I will be going. I فاعل جمله به علاوه will be که قسمت ثابت در آینده استمراری است به علاوه فعل آینجی دار I will be going یعنی من در حال رفتن خواهم بود در آینده و به صورت استمراری در اتفاق میفته I will be going I will be going. You will be going. You will be going. You فاعل جمله بلاوه Will be قسمت ثابت در آینده ی استمراری بلاوه فعل آینجی داره Go رفتن که میشه Going. You will be going یعنی تو در حال رفتن خواهی بود در آینده یک کاری در زمان معینی اتفاق خواهد افتاد در حال اتفاق خواهد بود You will be going یعنی تو در حال رفتن خواهی بود You will be going You will be going He یا she will be going. He will be going. یا she will be going. He یا she فاعل جمله will be قسمت ثابت در آینده استمراری going فعل ing دار he will be going یا she will be going یعنی او در حال رفتن خواهد بود he will be going yeah she will be going he will be going yeah she will be going i will be working i will be working I فاعل جمله به علاوه will be قسمت ثابت در آینده استمراری working فعل به صورت ing I will be working یعنی من در حال کار کردن خواهم بود خب برای اینکه یاد بگیرید لطفا همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید بی زحمت I will be working I will be working He ya she will be working. He will be working. Ya she will be working. He یا she فاعل جمله will be قسمت ثابت در آینده استمراری working فعل در حالت ing He will be working یا she will be working یعنی yani او در حال کار کردن خواهد بود He will be working یا she will be working He will be working. یا yeah, she will be working. I will be waiting there. I will be waiting there. I فاعل جمله به علاوه will be قسمت ثابت در آینده استمراری waiting فعل آینجی دار there یعنی آنجا wait یعنی منتظر شدن waiting یعنی در حالت انتظار I will be waiting there یعنی من در حال انتظار خواهم بود یک مدتی انتظار کشیدن رو ادامه خواهم داد I will be waiting there I will be waiting there بسیار خوب بپردازیم به آینده کامل یا Future Perfect Simple این زمان برای کاری است که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل خواهد شد فرمولش به این شکله زمان آینده کامل یا Future Perfect سیمپل برای اشاره به کاری یا عملی است که قبل از یک کار دیگر یا عمل دیگر در آینده تمام و کامل خواهد شد فرمولش به این شکل فائل به علاوه ویل به علاوه هاف به علاوه قسمت سوم فعل یا اسم مفعول حالا چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم I will have gone I will have gone I فاعل جمله will have قسمت ثابت در آینده کامل یا future perfect به علاوه قسمت سوم فعل go میشه gone I will have gone یعنی من رفته خواهم بود I will have gone I will have gone You will have gone. You will have gone. You فاعل جمله به علاوه will have که قسمت ثابت در آینده کامل به علاوه قسمت سوم فعل go که میشه gone. You will have gone یعنی تو رفته خواهی بود. You will have gone. You will have gone. هی ویل گان یا شی ویل هو گان هی یا شی فاعل جمله یعنی او ویل هو قسمت ثابت در آینده کامل گان قسمت سوم فعل گو که میشه گان هی ویل هو گان یا شی ویل هو گان یعنی او رفته خواهد بود He will have gone, ya yeah, she will have gone. He will have gone, ya yeah, she will have gone. I will have worked. I will have worked. I فاعل جمله به علاوه will have قسمت ثابت در آینده کامل به علاوه قسمت سوم فعل work که میشه worked I will have worked یعنی من کار کرده خواهم بود I will have worked I will have worked He یا she will have worked. He will have worked یا she will have worked. He یا she فاعل جمله will have قسمت ثابت در آینده کامل worked قسمت سوم فعل work که میشه worked. He will have worked یا she will have worked یعنی او کار کرده خواهد بود. He will have worked. Yeah she will have worked He will have worked Yeah she will have worked When you return I will have done my work When you return I will have done my work. When یعنی وقتی you یعنی تو return یعنی برگشتن when you return یعنی وقتی که تو برگردی I فائل جمله will have قسمت ثابت در آینده کامل done قسمت سوم فعل do یعنی انجام داده my work یعنی کار من when you return I will have done my work یعنی وقتی که تو برگردی یعنی در زمان آینده اگر تو برگردی کار من تمام شده خواهد بود when you return i will have done my work when you return i will have done my work بسیار خوب بپردازیم به آینده کامل استمراری future perfect continuous خب دقت داشته باشید دوستان آینده کامل استمراری این زمان در فارسی وجود نداره و دما در نظر داشته باشید این زمان برای اشاره به کاری یا عملی است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا قبل از زمانی در آینده تمام خواهد شد و مدتی هم ادامه خواهد داشت و تاکید بر روی یک عمل یا مدت زمان یک عمل یا یک کار در آینده خواهد بود فرمولش به این شکله فائل به علاوه will به علاوه have به علاوه been به علاوه فعل آینجی دار چند تا مثال رو با هم مرور کنیم آ will have been going for 20 minutes I will have been going for 20 آی فائل جمله به علاوه will have been که قسمت ثابت در آینده کامل استمرار است going در حالت آng یعنی for", for برای یا به مدت 20 بیست minutes یعنی دقیقه ها. I will have been going for 20 minutes یعنی من به مدت 20 دقیقه در حال رفتن خواهم رفت I will have been going for 20 minutes I will have been going for 20 minutes You will have been going for a day. You, you فاعل جمله به علاوه will have been قسمت ثابت در آینده کامل استمراری به علاوه going که شکل آینده فعل رفتن یا گو فور به مدت ادای یک روز. You will have been going for a day یعنی تو به مدت یک روز در حال رفتن خواهی رفت You will have been going for a day You will have been going for a day I will have been working for three hours I will have been working for three hours. I فاعل جمله به علاوه will have been قسمت ثابت در آینده کامل استمراری به علاوه فعل در حالت ing که میشه working for به مدت یا برای three hours یعنی سه ساعت. I will have been working for three hours یعنی من به مدت سه ساعت در حال کار کردن خواهم بود. I will have been working for three hours. I will have been working for three hours. He or she will have been working for five days. He will have been working for five days. یا She will have been working for five days He یا She فائل جمله به علاوه Will have been قسمت ثابت در آینده کامل استمراری به علاوه فعل در حالت آینجی میشه Working for برای five days به مدت پنج روز He will have been working for five days یا She will have been working for five days یعنی او به مدت پنج روز

Next year, I will have been working in that company for ten years. Next year, I will have been working in that company for ten years. Next year, anysaale ayende. I فاعل جمله یعنی من will have been قسمت ثابت در آینده کامل استمراری working فعل در حالت ing in that یعنی در آن company یعنی شرکت for به مدت یا برای 10 years ده سال next year I will have been working in that company for 10 years یعنی سال بعد من در آن شرکت به مدت ده سال در حال کار کردن خواهم بود خب برای اینکه یاد بگیرید لطفا همین مثال رو در قسمت کامنت بنویسید بی زحمت Next year I will have been working in that company for 10 years Next year I will have been working in that company for 10 years بسیار خوب دوستان به پایان این درس در مورد پرکاربردترین و مهمترین زمان فعلها در انگلیسی رسیدیم امیدواریم که طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید فراموش نکنید حتما رو نویسی بکنید حتما رو بکنید با صدای رسا تکرار بکنید حتما و صدای خودتون رو حتما ضبط بکنید و با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این کلیپ حتما مقایسه بکنید نحوه بیان خودتون رو تا بتونید اشتباهات تلفظی خودتون رو پی ببرید و اونها رو رفت بکنید تا منجر به یادگیری موثر و مفید شما عزیزان بشه و رشد معجزه آسایی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید